صدایی دیگر. اونایی که صدای من میشنوند. زنها حق ندارن که چرا باید کتک بخوریم؟ نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن. این موامه، اینم منه. به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. صدای دیگر. حالا دیگه مدت هاست که اعتراض به تحمیل حجاب اجباری و تن ندادن زنان به اون از خیابون ها به تریبون های رسمی کشیده شده. من یک فرد معمولی ایرانی در خدمت شما قول میدم که صدای کسانی باشم که صداشونو کسی نمیشنود. قول میدم که دانشجوها و اساتیدی را که بی خود از دانشگاه بیرون کردم اجازه یه چنین کاری رو نذارم بدم. این قولو قول میدم که دختران و خواهران و برا مادران ما رو که در برخوردهای غیر منصفانه در خیابانها باشون برخورد میکنم جلوه یه چنین رفتارهایی رو بگیریم و یه چنین کاری رو نذاریم انجام بدم. اما اون چیزی که گفتمان اعتراض به اجبار به حجاب رو رسمیت بخشید گستردگی و شدت سرکوب زنان بود که دیگه جمهوری اسلامی نمیتونست اون رو پنهان نگه داره. بانک نرو، دانشگاه نرو، مترو نرو، عکس بگیر، احضار بشو، طرح نور، یا علی همه بیان وسط. عرصه اجتماعی ما یا وسط میدان جنگیم. همه تونم بگید ما 5% باشیم تو نمیفهمی. من از زورم استفاده میکنم، نمیگذارم تو تکون بخوری. حالا در روزهایی که جمهوری اسلامی درگیر مناقشات خارجیه، درخواست ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف که گفته میشه، دقت کنین، گفته میشه، از سوی شورای نگهبان تایید شده مطرح میشه. چه کسانی این درخواست رو دارن؟ علم الهدا، نماینده علی خامنه‌ای در مشهد، دو تا نماینده مجلس و البته روزنامه کیهان. واقعیت اینه که نه در وبسایت شورای نگهبان نه در وبسایت مجلس هیچ کجا تایید این لایحه به ثبت رسمی نرسیده. اما اولین بار امام جمعه مشهد در نماز جمعه از پزشکیان خواست تا این لایحه رو که به گفته اون به قانون تبدیل شده ابلاغ کنه. بعد همزمان با دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شورای نگهبان این لایحه رو تایید کرده. 3 روز بعد این بار موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که شورای نگهبان این لایحه را تصویب کرده. اما دولت پزشکان هیچ واکنشی به این سخنان نشون نداد، تا اینکه بالاخره روزنامه کیهان به اعتراض درآمد که اخبار رسیده حاکی است که جماعتی با القای اینکه حجاب خواست اکثریت جامعه نیست، رئیس جمهور را تحت فشارهای سیاسی رسانه‌ای برای ابلاغ نکردن قانون حجاب و عفاف قرار دادند. به نظر میرسه ارجاع روزنامه کیهان به نوشته های روزنامه های هم‌میهن و اعتماده که عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب رو خوش عهدی پزشکیان در برابر وعده وفاق ملی و شعار همدلی با زنان و دختران مورد آزار قرار گرفته بر سر مسئله حجاب مرتبط کردن. مهدی گلرو تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد اینطور میگه. رای حلی که رسانه ها دادن اینه که پزشکیان رو طرح رو در واقع ابلاغ نکنه، که من فکر میکنم که فقط مسئله نیستش که پزشکیان بخواد این کار رو بکنه یا نه، چون دستور از جای دیگه میاد بهش فشار خواهند آورد که این طرح رو ابلاغ بکنه، اما داره سعیش رو میکنه مبنی بر این که با توجه به شعارهایی که داده و فراتر از شعارهاش انتظاراتی که رسانه های اصلاح طلب مثل اعتماد، مثل شرق و رسانه های از این قبیل که بخشی از کمپین انتخاباتش بودن، راههایی رو بهش نشون بدن که خب حالا در چارچوب همون شعارها حداقل عمل بکنه. وگرنه در نهایت این طرح چه پزشکیان این رو بخواد ابلاغ کنه، چه در مرحله بعد حتی اگر رئیس جمهور نکنه، رئیس قوه مقننه قالیباف بخواد این کارو بکنه، این اتفاق میفته. ولی الان ما تو شرایطی هستیم که پزشکیان و تیمش دارن سعی رو میکنن که این بار مسئولیت رو از روی دوش خودشون بردارن و مثل بسیاری دیگر از مسائلی که در مورد ایران اتفاق میفته و در مورد جامعه اتفاق میفته،
نه دولت و نه هیچ نهاد دیگه حاضر نیستش که این مسئولیت رو بپذیره. به هر حال این طرح قرار ابلاغ بشه، ولی چون میدونن که چه مسائلی ممکنه بعدش به وجود بیاد، هیچ یک از سران قوا حاضر نیستن که مسئولیت مستقیم این طرح رو به عهده بگیرن. اما اگر مسعود پزشکیان این قانون رو ابلاغ نکنه چی میشه؟ اصل 123 قانون اساسی ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا رو بر عهده رئیس جمهور گذاشته. ماده 1 قانون مدنی در توضیح این اصل میگه مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید. تفسیر این ماده هم تاکید میکنه در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. علی اکبر گرجی حقوقدان به روزنامه شرق اینطور گفته: ببینید، مطابق اصل 123 قانون اساسی در هر حال رئیس جمهور مکلف است که قوانین مصوب رو برای اجرا ابلاغ بکنه. توی سوابق در حقیقت اصل 123 ما متوجه میشیم که گاهی اوقات رئیس جمهور امضای یک قانون رو مغایر با اون سوگندی میدونه که یاد کرده موقع در واقع تحلیل. به نظر میرسه چنین مواردی رئیس جمهور میتوند به سوگند خود وفادار بماند و در این حال کوشش بکند که از طریق ارائه یک لایحه اصلاحیه در اصلاح اون محوره مجلس بکوشد. اما واقعیت اینه که تن ندادن رؤسای جمهور سابق به قوانینی که مجلس تایید و تصویب میکرد پیش از این هم سابقه داشته. همین باعث شده که رهبر جمهوری اسلامی یک سازوکار جدید و فراقانونی به نام هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را تشکیل داده که مواردی مشابه به اون ارجاع داده میشد. علی اکبر گرجی اما معتقده که این هیئت هم راه حل این قانون نخواهد بود. راه فراقانون اساسی که در این سالهای اخیر کم و بیش ما میبینیم رعایت شده، توسل به اون شورای عالی هماهنگی سران هست. نکته در واقع اصلی قضیه اینه که به نظر من در چنین مواردی ما بیش از آن که دنبال راهکار حقوقی بگردیم باید دنبال راهکار سیاسی و راهکار اجماعی بگردیم. جمهور به نظر من باید با رهبری مذاکره بکنه و آسیب‌های اجرای چنین قانونی رو در واقع به سمع رهبر برسانه. این مسئله نیاز به یک راهکار فراحقوقی داره تا یک راهکار حقوقی. بلا از لحاظ حقوقی در یک فضای نرمال قانونی که توسط مجلس تصویب شده باید توسط دولت اجرا شود. شاید تجربه این چند سال سرکوب زنانی که به حجاب اجباری تن ندادن هم یکی از دلایل ابلاغ نشدن قانونی باشه که به گفته حقوقدانان گستره مجازات رو به شدت افزایش میده. موضوعی که قوه قضاییه با انباشت شدید پرونده ها و نیروی انتظامی با امکانات محدود رو به درد سر میندازه. مثلا همین چند ماه اخیر رو ببینین، درست هنوز بگیر و ببند و جریمه به اتهام تن ندادن به حجاب اجباری ادامه داره، اما مثلا همین هفته پیش نیروی انتظامی به بهانه هفته نیروی انتظامی همه اتومبیل‌های توقیف شده رو عفو کرد. مهدی گلرو هم معتقد که جمهوری اسلامی توان برخورد با زنان رو نداره. اول اینکه واقعا امکاناتشو ندارن، زیر ساختای لازم رو ندارن برای اینکه با این تعداد بخوام برخورد کنن. در ثانی تصورشون این بود که با افزایش محدودیت‌های قانونی و افزایش فشارهای مثل همین بحث توقیف اتومبیل بخش زیادی از زنان در واقع برگردن و حداقل
یه استاندارد حداقلی رو از حجاب اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد رو بهش عمل بکنن، ولی تصورشون غلط از آب در اومد، چون در طی سال اول بعد از جنبش زن زندگی آزادی فکر میکردن که هر چقدر این میزان سرکوب رو افزایش بدن بالاخره یک جایی افراد خسته میشن، کسانی که ماشین هاشون نه فقط یک بار بلکه دو بار یا سه بار توقیف شده اما همچنان هم دارن به همون مسیری که انتخاب کردن، این نافرمانی مدنی و تن ندادن به حجاب اجباری، همچنان دارن این مسئله رو ادامه میدن. به خاطر هم به نظر من دو تا نکته کلیدی وجود داره، یکی در بحث نرم افزاری، یکی سخت افزاری. در ایران نرم افزاری اونها تصورشون این بود که دارن عقب نشینی میکنن با این میزان سرکوب و اشتباه کردن و دیدن که همچین اتفاق نیفتاد. و مسئله سخت افزاری هم زیر ساختای لازم رو ندارن برای اینکه بخوان این میزان از اتومبیل رو در پارکینگ های مختلف بخوان نگه دارن و به این شکل بخوان تنبیه بکنن زنان. صدای دیگر این هفته هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار من بودید سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای دیگر بمونید. این پادکست رو میتونید بر روی همه پادگیرها با سرچ کلمه صدای دیگر پیدا کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، رو سری تو در بیار موها تو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار موها تو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه خوشه های صبح بغض من تمام موی تو، خیس میشه صورتم میرسم به آرزوی تو، رو سری تو در بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس برد به بوسه اعتراف کن، رو سری تو در بیار هوا